همه دشت و بیابان زیبایی های درونی خود را به نمایش میگذارد و امروز ما به همین مناسبت با خانواده رادیو تلویزیون سیمای سول در دشت حضرت سلطان یکی از ولوساله های سمنگان حضور به هم رساندیم تا خستگی هایی که روزمره همکاران ما کار میکنند در هر شفت های مختلف تا رفع کنیم. امروز همه خانواده رادیو تلویزیون سیمای سول حضور به هم رساندند تا با گرفتن میله محلی خستگی های کاری خود را رفع کنند و ما هم در این گزاره چهره های را به شما به معرفی میگیریم که روزانه در شفت های مختلف کار میکنند، در گزارشگری، در پشت مایک های رادیویی و همچنان در پشت کمره. اینا روزانه زحمت میکشند به شما به تصویر بگیریم و گفتنی های اونا را داشته باشیم. همکاران ما قسمی که شما میبینین در اینجا بخشی همکاران ما در حال آشپزی هستند و بخشی همکاران ما وجود در بخش میله های محلی یعنی زمزمه های محلی دارن تا که از بهار، از فصل بهار لذت برن. با هم میریم که کار آشپزی چقدر پیش رفته و کیها در قسمت آشپزی همکاری میکنن و کار میکنن. با ما باشید. آشپزی جزی از کارهای مهم زندگی انسان ها است. میله های دشتی، میله های محلی که آشپزیش مستقیم لایف اینجا از دست خود کسایی که اینجا میله آمدن اگر اجرا نشود هستن، میله یا امو تفریح مزه‌ای ندارد و اینجا همگی یکسان کار میکنن، از ورزشکار، از گزارشگر، از تکنیکگر گرفته از مدیر مسئول رادیو تلویزیون سیمای سول. و قسمی که شما میبینین این چهره ها کسایی هستن که همیشه در هر شفت های مختلف کاری تلویزیون رادیو سیمای سول حصه میگیرن و سهم میگیرن که قسم امروز میبینین در حال اجرای آشپزی هستن. و در کنار ما فضل رحمان جان سایی خبرنگار ورزشی رادیو تلویزیون سیمای سول هست که فعلا مصروف ریزه کردن پیاز است. آقای سایی سلام بر شما. سلام بر شما و تمام بیننده هایی که ما را میبینند. سلام بر شما هم تقدیم باشد. چی حال دارین؟ روزا بخیر میگذره؟ سلامت باشین. همونطور که شما میفهمین امروز میله آمدیم همراه همکارای عزیز خود، دیگه آشپزی جریان داره شما که میبینین دیگه. مهارت ریزه کردن پیاز دارین یا همو کار برای شما به دوش شماست؟ خب مهارت نداریم، ما اینجا آمدیم دیگه، باید هر کدام با دست به دستی هم بتیم تا که دیگه پخته شد و نوشی جان کنیم. گزارشگری ورزشی بسیار مشکل است یا آشپزی؟ والا هر کدامش به نوع خود مشکلات خود داره دیگه. کار کنی یاد میگیری. آشپزی هم مهارت‌های خوبی است و کسایی که کار میکنن دیگه اونا روزگارشان از طریق آشپزی میچله و یک بخش مهم زندگی است. چطور امروز کمی ریلکس شدین چون کارهای شما در دفتر زیاد هست و شما هماره مصروف گزارش های ورزشی هستین؟ بله، خبر خواندن و کار کردن و گزارشی چیزا گاهی انسان خسته می سازه، خودی روح روان انسان به تفریح و این مسائل ضرورت داره. به مخاطر این روز آمدیم همراه همکارا صمیمی هستیم، می اینجا کار میکنیم، در بخش از او تفریح هم میکنیم، موسیقی هم میشنویم، این خودش یک لذت خاص داره. بله بله. و چطور آب و هوا به نظر شما مساعد است برای تفریح؟ بله، آب و هوای ولسوالی حضرت سلطان مساعد است، نه تنها ما که بسیاری از مردم ها از مزار شریف از دیگه ولایت ها اینجا میان برای خاطر سیر و سیاحت. سلامت باشین. تشکر. از شما سلامت باشین. وای هم همکار ما فضل رحمان جان سایی خبرنگار بخش ورزشی رادیو تلویزیون سیمای سول بود که پیاز ریزه میکنن. بسیار جالب است به خاطر که همکارای ما را امروز ما میبینیم که مصروف آشپزی است و همچنان اینجا میاییم دیگه همکارای ما نام خدا مصروف کارهای آشپزی هستن. سلام بر شما احمد جان شاهین گزارشگر رادیو تلویزیون سیمای سول. سلام بر شما آقای محمدی و سلام به تمام بیننده های عزیز رادیو تلویزیون سیمای سول. امیدوار هستم که جور صحتمند سر حال باشند. اینجا احمد جان شاهین در حال آماده ساختن سالات است فکر میکنم. بله بله، و طبقی که کار تقسیم شد دیگه سالات آمده برای ما که ما باید یک سالات آمده کنم. دیگه همکارا هم دست به کار هستن، هر کس وظیفه خود انجام میده، هر کس باید وظیفه خود هم بشناسه. کدام کار آشپزی بسیار مشکل است؟ کاری آشپزی زیادتر هم پیاز توته کردن است. خب سایی سایی بدوش گرفتن. سایی سایی بمارا کارهای مشکل به بوده میگیرن چون بله. تجربهشون بیشتر از ما که زیادتر از شاید در بخش آشپزی هم. بله بله، اونا زیاد آشپزی هم کردن دیگه، پیاز توته میکنن، گفتن که ما پیاز زیاد توته کردیم دیگه، برای ما نوبت سالات آمده.
ببینیم که چی میشه. فعلا ما هم نمیفهم که شما چی پخته میکنین، ما هم میفهم که بسیار بیریبار است و هر کدام تان مسئولیت جدا مختلف دارین. خب من در پله یکی از تجربه های بالاتر از همه همکاران ما که اینا در قسمت تصویربرداری یک عمر کار کردن و چقدر خاموشانه عاجزانه کاردک در دستشان مصروف است، سلام بر شما. سلام و سلام در شما باشه. خوب هستین؟ صحت من تشکر، جور باشین، زنده باشین. یک معرفی هم تو کوتاه داشته باشین. اسم محمد ناصر. ناصر جانم امروز با ما مهمان هستن در برنامه که با ما آمدن و در تفریح ما سهم گرفتن. تشکر، زنده باشین. چقدر آیسته آجیز آجیز کار میکنین و مصروف ریزه کردن مرچ هستین. مرچ بسیار تلخ هم است، شاید فکر میکنین پسانتر دست شما هم کمی تلختر شود. بله، ولی مرچ که بخی تلخ است دیگه. مرچ از همه موندن همکارو دیگه سایس پیاز ریزه کرد و همکار دیگه ما بادرینگ ریزه کرد، مرچ از همه موندن. بسیار خوب، بسیار خوب. یعنی شما در آشپزی کدام کار زیاد یاد دارین؟ والا در آشپزی که قدر چیز نیستیم، مقصد تخم پخته میتونیم دیگه. چیز تخم پخته میکنن؟ چپس هم میتونیم مثلا. چپس هم. خب سلامت باشین، خدا کنه که امروز از دست همکاران ما یک غذای بسیار مزه‌دار و من نمیفهم که مسئول عمومی که اما پخته کردن غذا را دقیق یاد دارن، گرچه کارهای ابتدایی آشپزی است، اما او کسی که مسئله دیگ است، او باز مسئولیت تمام مزه و خوشتمی غذا را به عهده داره. مسئله عمومی آشپزی است، آقا صاحب است اسماعیل صاحب. خب میریم پیش مسئله عمومی بخش غذایی که کی هستن و کی میخواین که امروز برای ما پخته کنن. همکارای ما هم فعلا مصروف هستن، شما هم چند از بعد شاهد به غوری کشیدن غذای لذیذ و مزه‌دار خواهد بودین. و اینجا اگه همکار دیگه ما هست، زاهد. آقای زاهد سلام بر شما. سلام، درود بر شما. خوب هستین؟ خوب هستین. شکر، الحمدلله. چی حال داریم؟ والا بسیار هوا وقت فعلا بسیار لذت میبرم دیگه. خب از آشپزی یا از ریزه کردن ترکاری لذت میبری یا از تفریح؟ از تفریح و با دوست هاستم خودش یک انجایی بلست. بیننده های عزیز، زینب جان زاهد بسیار همکارای از جمله همکارای کمکار ماست که امروز مسئولیت ترکاری را برای عهده دادن و همیشه کارهای آسان اینا اجرا میکنن. والا چیزی که رهبریت و رهبری رادیو سیمایسل برای ما فرموش بوده کار میکنه، مشکل نیست. شما در رادیو سیمایسل چی کار میکنین؟ والا ما هر کار هستم، هم در برنامه میشنم، بعض وقت گزارش تهیه میکنم، بعض وقت در تخنیک میشنم. سلامت باشین. تشکر. سلامت. Thank you. این هم جریان کار ریزه کردن ترکاری، پیاز و سالاد جور کردن همکاران ما بود و یک وقفه کوتاه میگیریم، بعد از او شما را دعوت میکنیم به بخش مهم کاری آشپزی که بخش پخته کردن است که او را کی پخته میکنه. این فعلا باشه و بعد از وقفه با هم میبینیم. برای پخش و نشر پیام های بازرگانیتان به این شماره به تماس شوید. 0793 670 377. اعلانات از ما، گسترش تجارت از شما. یک نان و پیاز پیشانه باز بنشیندم که عمری تو دارست. و قسمی که شما میبینین همکاران ما در حال آماده ساختن نان است. برنامه ویژه برنامه میله با جمع از خانواده رادیو تلویزیون سیمایسل در دشت حضرت سلطان و لوسالی ایبک و آمدیم پیش کسی که نقش مرکزی آشپزی را به عهده داره و در رادیو تلویزیون هم نقش مرکزی را داره، همیشه کارهای مشکل و ثقیل اینا انجام میدن. آقای اسماعیل سادات، مدیر مسئول رادیو تلویزیون سیمایسل، فعلا مصرف آشپزی است. سلام بر شما سادات. علیکم السلام. سلام خدمت شما، خدمت بینندگان، کسانی که از طریق تلویزیون سیمایسل و از طریق رادیو سیمایسل صدای ما را میشنوه، و یک سلام خاص خدمت کسانی که از طریق صفحات اجتماعی از طریق یوتیوب چینل برنامه شما را دنبال میکنم.
امید است که یک سال خوش، یک سال مملو از صفا و صمیمیت داشته باشیم. سلامت باشین. یک سوال بسیار عجیب به ذهن ما امیال خطور کرد. گرچه سادات صاحب در دفتر همیشه اصولی است و همیشه رسمی اینا دریشی می پوشن و امروز یک استایل بسیار عجیب و غریبی را اینا زدن، یا لباسشان کاملا متفاوت است. دلیل در چی سادات صاحب؟ خب استایل عجیب غریب نیست، استایل محلی خود ماست و چون خارج از چوکات رسمیات هستیم، خواستیم که با همکاران با یک لباس بیاییم که همکاران حس نداشته باشند که گویا من مدیر هستم و اونا هم کارمند هستند. خواستیم که همگی ما یکسان باشیم و جدا از رسمیات، جدا از دغدغه های رسانه‌ای. اما برعکس ما که میبینیم دنمی تفریح شما ما را آرام نمیمانیم. خب اصلا این یک برنامه بسیار مهم است، چون همکارای ما روزانه مصروف گزارش های برنامه ها خبری است و باید این برنامه را حتما ما پوشش بدیم که در پهلوی که همکارای ما گزارشگری میکنن، در کارهای رسانه ای فعال هستن، در قسمت کارهای برنامه های غیر رسانه ای آشپزی باشن اینا لایق هستن. چطور شما خوش کردین به خاطر پخته کردن و چی پخته میکنین؟ خب پلان دارم که بتونم برای همکارا یک کرایی آماده بسازم و امید است که شما برای دگپ نگیرین تا دیک نسوزه. خب که پیش همکارا بیاب نشم. ما کرایی همیشه خوردیم یا پخته کردیم در ترکیبی و تخم هم بوده. مکمل شما گوشت انداختین یا کدام کرایی متفاوت است؟ خب کرایی گوشت است، مواد که ضرورت است بنجرمی است، پیاز است، روغن است و او کرایی را که در اتاق میخوریم تا این کرایی که در فضای باز میخوریم باید اسم متفاوت تر باشه که بتونم برای همکارای خود، همکارایی که پشت صحنه زحمت میکشن، همکارایی که به خاطر مخاطبین سیمای سال شب و روز در ایام روزای نوروز، در سال نو، در عید، چون ما و شما رخصتی نداریم، خواستیم که امروز برای تیم کاری خود دستپخت خود برشان بتم و کسایی که مسافریت کرده اونا آشپزی را خوب صحیح بلد هستن و ما از جمع کسایی هستم که زیادتر عمر ما در مسافریت تیر شدم. هر نوع آشپزی را بلد هستم. چند غذا را شما بسیار عالی و با مزه پخته کرده میتونی خودتون؟ خوب فرق میکنه، برنج پخته کرده میتونم، کرایی پخته کرده میتونم، جدا از آشک، منتو، بولونی دگوش برای ماسان است پخته کردن. خب اونا یک ذره جنجالی هستن و غذای عوضان است و برای ما بگوین که در این فضای باز، در این فضای بسیار خوشایند، پیام شما به بیننده های عزیزی که فعلا ما شما را میبیند چی است؟ میشه که پیام تو دشتی و طبیعتی بگوین؟ خب پیام در نخست برای نیروهای امنیتی جهان، سپاس از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که در روزای در جشنای مناسبتی، در روزای مناسبتی تامین امنیت میکنن تا ما بتانیم در یک فضای باز، در یک فضای که مثل دامنه های تپه های از رسولتان آمدیم، امنیت است که ما آمدیم. و پیام که ما برای هموطنان خود دارم، پیام همدلی است. تعصب، نژاد پرستی، قوم پرستی باعث بربادی افغانستان شده، باعثی شده که افغانستان به یک کشور مبدل بسازد تا همواره در هیچ جنگ باشند. اگر ما از خود گذری داشته باشیم، یکی دیگر را بپذیریم، همیست که وطن ما گل و گلزار میشه. و به گفته سیاسیون افغانستان که همیشه در سخنرانی های خود میگه که افغانستان در یک حالت اساس قرار داره، معلوم نیست که حالت اساس چه وقت خلاص میشه، چه وقت خاتمه میافه. اما برعکس ما از سیاسیون خود، از کسایی که از پشت کامره ما رو تماشا میکنن، چی در صفوف گروه های مخالفین هستن، چی در صفوف نیروهای امنیتی است، پیام همدلی است. بیاین که یکی دیگر رو بپذیریم، وطن مشترک و آباد می سازیم، این وطن ضرورت به کار داره. تشکر خیلی، ما مزاحمت نمی کنیم، چون شما در یک صحنه بسیار اساس قرار دارین که همه گوشت نسوزه که امچاش باز ما از نعمت محروم نمانیم. من تو بوی سوختگیش کم کم در دماغم بیاد. خب تشکر، سلامت باشین. سلامت. این هم سخنان سید اسماعیل سادات، مدیر مسئول رادیو تلویزیون سیمای سول بود که مسئول عمومی آشپزی امروز در اینجا هست و ما منتظر هستیم که این غذای خوشمزه و دستپخت سید اسماعیل سادات، مدیر مسئول رادیو تلویزیون سیمای سول را میل کنیم و
تناول کنیم و بخوریم که چقدر مزه و خوشایند خواهد بود. منتظر باشید. خدایا دلم بساز است، صدایت میشنوم از دور و نزدیک، لیلا صبا نوروز است، خدایا دلم بساز است، با مثل غنچه گل تازه میشم، لیلا صبا نوروز است، خدایا دلم بساز است، لیلا صبا نوروز است، خدایا دلم بساز است. به به، میگه در فصل بهار میله می کردیم، گل بر سر یار دسته می کردیم. همکاران ما بر علاوه که در کارهای رسانه‌ای مهارت خاص دارند، هر کدامشان ویژگی‌ها و مهارت‌های خاص کاری خود دارند که قسمی که شما می‌بینید شاید شما بگین که اینا یک گروهی از هنرمندان محلی خان باشه، اما نه، اینا هم جزی از همکاران رادیو سیمای صلح هستند که فعلا یک قسمت از همکاران ما مصروف آشپزی است و اینا در حال اجرای آهنگ‌های محلی با جمع از همکاران ما جاوید فلا، اینا گرداننده برنامه‌های رادیوی تلویزیون سیمای صلح. سلام بر شما. سلام بر شما، سلام به همه بیننده‌های شما، با امید که خوب باشین و خیلی زیاد خوش آمدین به یعنی دشت حضرت سلطان که خیلی سبز است. واقعا دیگه خوش آمدین شما را. ما خوش آمدیم، همه ما خوش آمدیم. خب ما خوش آمدیم با جمله همکارا و دوستا و شما هم خوش آمدین. نام خدا، چقدر آهنگ مقبول اجرا کردین، آهنگ نوروزی. لیلا، آیا میفهمید که امروز نوروز است یا فردا نوروز است؟ خب لیلا نمیفهمید که امروز نوروز است و من هم در گوشش از طریق رسانه شما دیگر رساندم که امروز نوروز است. میگه بهار عاشقان دیدار یار است، هر روز که ما شما یک دیگر خودم میبینیم امون نوروز هم و عید و براد است. بدون شک واقعا امروز خیلی جای خرسندی به این است که با جمله همکارا و دوستا البته در اینجا آمدیم، خیلی برای ما خوش گذشت و یک خاطری است که هرگز فراموش نمیشه و اگر ما احیانا یک جای میریم دور از وطن، دور از البته دیار ما، یک خاطری خیلی خوب باقی میمانه، واقعا برای ما خوش میگذره و باز هم سال 13 خونه 1400 و قرن جدید هم هست و سال نو هم هست، بر همگان همکاران و کسایی که از طریق البته تلویزیون شما میشنوند برای او هم تبریک باشه، با امید که یک سال پر از عشق، صمیمیت، صفا، صلح باشه و سالی که گذشت واقعا یک سال تقریبا بگم یا که زیادتر کشتار و جنگ و همچنان موج کرونا بود که واقعا خیلی یک سال خسته کن بود و آرزو میکنم سالی که پیش رو داریم و قدم ماندیم به سال نیک دیگه یک سال باشه که پر از دستاوردهای رسانه‌ای، پر از دستاوردهای امنیتی و همچنان پر از دستاوردی باشه که در زندگی ما بتونیم کارهای خوب را انجام بدیم و در زندگی روزمره خود موفق باشیم. سلامت باشی. شما در رادیو کدام برنامه را پیش میبرید؟ خب ما در رادیو البته برنامه های تفریحی در دوش ماست و چندین برنامه هستن که تفریحی هستن دیگه، صرف برنامه تفریحی پیش میبرم. سلامت باشین، تشکر از شما. وایزت باشین، بخیر باشین. میریم پهلوی دیگه هم کارهای ما که اینا چی کار میکنن، یکیش زیر بغلی را در دست دارن که نصر احمد جان است، نصر احمد جان ولی زاده. نصر احمد جان سلام بر شما. علیکم سلام، سلام بر شما، امید که دیگه خوش شده و خوش آمده باشین در حضرت سلطان و سلام به همکارای عزیز میکنم که با جمله دوستا در پالیم شدتن شما را خوش آمدید میگم که آمدین در جمع ما پیوستیم. میتونین بنوازین یا ای که خوشتان میاد که در پالیتان باشه؟ فرق نمیکنه، هم خوش دارم هم میتونم که نمیتونم بنوازم، خود چاره میشه دیگه. یعنی خوش دارین که باید یاد بگیرین؟ 100% دیگه، به خاطر سال 1400 شما مبارک.
سلامت باشین، سال 1400 شما هم مبارک، با جمله همکاران امید که خوش باشین، تو خندان سال 1400 آغاز کرده باشین. تشکر، بخیر باشین. و این هم همکار ما بیننده های زد نثار احمد جان ولیزاده است که در بخش رادیو اینا کار میکنن. میریم همکارای دیگه ما، مهمان ها هم داریم ما در جمعی از همکار ما که اینا هم امروز عبدالحی جان قلیچ مهمان ما در این برنامه محفلی که یا برنامه دشتی یا میله‌ای گرفتیم است. سلام بر شما. سلام بر شما و سلام به تمام بیننده های عزیز، امیدوارم که جور صحتمند بوده باشه. تشکر، بخیر باشین. و امروز چه احساس دارین که در کنار همه همکارای رسانه‌ای هستین؟ ما امروز بسیار خوشحال هستیم چرا که شما عزیزان را در کنار خود داریم. بخیر باشین، ما هم خوشحال هستیم که شما مهمان ما. سلامت زنده باشین. کیف کردین؟ بسیار عالی، هم تو آمد جانانه. شما هم خوانین یا یک تنها جاوید جان خوان؟ جاوید جان خوان، ما لذت بردیم ازشان. شما منتظر نان هستین که بخیر بیاید که نوش جان خوردن. سلامت باشین، تشکر، خدا کنه که امروز از برنامه ما لذت ببرید. بسیار یک برنامه خوش بود، خوب و خوش بود، ما هم لذت بردیم. سلامت زنده باشین از شما. تشکر. خب اول خان عزیزی همیشه در پشت پرده است و شما چهرهش بسیار کم میبینین در دوربین رادیو تلویزیون سیمایسول. اینا همکار بخش تکنیکی ما یا مدیر بخش تکنیک رادیو سیمایسول است. امروز اینا را هم در جمعی از مهمانان ویژه خود داریم که بخیر ازشان خدا کنه که لذت برن از این میله ما. سلام. سلام بر شما، امید که خوب و صحتمند باشین و سلام بر بینندگان شما، امید که یک روز خوب و خوشی را آغازگر شده باشین و شما هم نام خدا خوب مقبولک ساعتتان و کردیگکتان بیخی هم تو شیشی بوتیب نام خدا هم تو انج و منج آمده این. امید که برنامه را پیش میبرین برتان یک برنامه خوب و لذت بخش باشه. سلامت باشین، قربان شما. شما هم نام خدا خوب امروز در بین همه ما متفاوت هستین به خاطری که بلوز و پتلون دارین، یعنی همه ما با پیرانتون بان آمدیم. در رادیو هم میشه هم تو چهره قهر دارین، اینجا چرا تغییر نکرد؟ خب در رادیو هیچ وقت یک اجازه فامیلی نیست دیگه، چون میفهمیم زیادتر کارا به دوش ما میباشه و یکان وقت این نیست که آدم خفه باشه یا قهر باشه، اما تو طبیعی است و شاید شوختر تا نندک ما باشم و شما خب میفهمین بهتر خوبتر، اما دیگه خب شوخی کردم. همکار ما اول خان عزیز بسیار همکار شوخ و خوش طبیعتی ماست که در رادیو اگه خوش طبیعت نباشه اینا خسته میشن. و تشکر از شما، باز هم لذت ببرین و همه ما یک جا لذت ببرین. تشکر از شما هم که بر ما وقت دادین که تو ما هم امو گپای دل خدا بر شما بگیم. تشکر. خب این هم بود همکار ما اول خان عزیزی، مدیر بخش تکنیک رادیو سیمایسول. صحبتاشان شما شنیدین، خوش هستن از اینکه امروز خستگیشان رفع شده و ما در کنار همکار خوب ما زمیر جان نوری قرار داریم. زمیر جان چه حال دارین؟ سلامت باشین، سلام بر شما و سلام به تمام بینندگان که از طریق تلویزیون سیمایسول ما را تماشا میکنن. سلامت، همه هوای شمالی قد جان آدم خوب میخوره. بله بله، دیگه طبیعت است، بخصوصا ما شما خامده امروز از سرزمین سرسبز حضرت سلطان دیدن بکنیم و لذت ببریم و همی شمال هم که میوزه دیگه بسیار خوشایند میباشه. شکر. خب بیننده های عزیز، زمیر جان نوری یکی از همکارای بسیار خوشتیپ، خوش چهره و خوش اخلاق و چه بگیم، هرچی تعریف کنیم باز هم کم است. خداوند همیشه اینا را با ما داشته باشه و ما را هم با اینا داشته باشه. در پلی که در کارهای رسانه‌ای با ما همکار هستن، اینا در قسمت برنامه های تمرینات و ورزشی همکارای رادیو سیمایسول همکاری میکنن. زمیر جان شما زمزمه های جاوید جان فلار هم شنیدین؟ آیا شما یکان صدا خواندین؟ آیا کیف کردین؟ نه خیر، نه جاوید جان فلار خو صداش شنیدیم، لذت بسیار زیاد بردیم، منتها ما به خاطر ازی نخواندم، همی کسایی را که ما آوازش حالا بخوانم شاید از طریق تلویزیون شما ببینن مرا، باز نشه که بیخی همو آهنگ از چیز خود دلیت بکنه از همو کمپوزا و از همو چیزای خود که من قدر خراب میخوانم، خواندن هم میتونم نگه. خب بسیار خوب، سلامت باشین. ای که نمیخوانین یک چک چک تشویق میکنیم جمعی از همکاری هایتان است. خب در آخر یک پیام از شما داشته باشین.
پیام ما برای مردم عزیزم و تمام هموطنانم است که بیاین دست به دست هم بتیم. دیگه از این چیز جور نمیشه که پشتون، ازبک، تاجک، هزاره همه ما شما برادر هستیم. دیگه دست به دست هم بتیم که یک صلح پایدار نصیب ما شوه تا اینکه ما بین خود وحدت نکنیم. دیگه هیچ وقت صلح آمدنی نیست. تشکر. سلامت باشین. سلامت باشین. خب بیننده های عزیز، رسیدیم کنار یکی از همکاران ما که اینا در بخش تصویربرداری و ادیت برنامه های تصویری ما کار میکنن، آقای زلمجان حمیدی، همکار ما در رادیو تلویزیون سیمای سول. سلام آقای حمیدی بر شما. سلام بر شما و سلام به تمام بیننده های عزیز تلویزیون سیمای سول. خوب هستین؟ صحتمند؟ سلامت باشین، زنده باشین. چطور عکس ها، خوبش آمد؟ عکس ها هم گرفتیم و قسمی که میفهمین فیلم برداری هم کردیم، گزارش شروع میکنیم. انشاءالله خوش خوب شامده باشد. برنامه تان از میله امروز چی بود؟ شما مصروف تصویر برداری بودین، کدام برنامه داشتین؟ برنامه شما بود که چند لحظه پیش خودم تصویر برداری میکردم و چند قطع عکسی هم ضرورت بود که میخواستم عکس بگیرم که شما آمدین و خوشحال ساختین مرا. تصویر برداری در چنین طبیعت خوشایند نیست؟ واقعا جایی که سمنگان موقعیت داره از لحاظ تصویربرداری یک موقعیت جغرافیایی بسیار خوبی هست که کوههای بسیار زیبا داره و همچنان همونطور طبیعت زیبا داره. بسیار خوب. و ما بسیار خوشحال شدیم که همه همکارای ما را در مصاحبه یا برنامه ویژه امروز تصویرشان را داشتیم و ما گفتیم که زلمجان حمیدی شما را همینجا گیر کردیم که مصرف عکس گرفتن بودین. آیا برنامه امروزی برای شما خوب بود؟ چون که شما زیاد کار میکنین، ایدیت میکنین، ایدیت یک بخش بسیار خسته کن است. خدا کنه که شما امروز برای شما تفریح شده باشه. بر من خوب نمیگذره به خاطر اینکه این تصویرها و ویدیوها گرفته میشه، پس در سر خودم می که تا باید دیده شوه. باز هم خوشحال هستم که امروز به عنوان تفریح اینجا آمدیم و هم کار کردیم و هم تفریح کردیم. سلامت باشین. پیام نیست؟ سلامت باشین. پیام به تمام شهروندان عزیز سمنگانی است که وقتی که در جای به تفریح میبرایند، همه چیزایی که میخورند و کثافاتی که در او باقی میمونه او را هم جمع کنند و با خود ببرند. خب سلامت باشین. تشکر. عکاسی خوب. تشکر، زنده باشین. خیر باشین. زلمجان حمیدی هم تصویربردار و ادیتور بخش ویدیوی رادیو تلویزیون سیمای سول هست که مصاحبه نارم گرفتیم. اینا ایجا هم آمدن و مصرف عکاسی هستن تا از چنین طبیعت ها از تجمع مردم عکس بگیرن و در برنامه های خودشان اینا تطبیق کنن. باز هم خوش آمدین به صحنه اساس و جالب برنامه تفریحی امروزی ما. چیزی که در دیگ بود اینا در کاسه میبره یا همه هم فعلا مصروف هستن که باید غذا را بسیار با میل خوب نوش جان کنن و ببینیم که چی پخته شده و چی تیار شده. و سادا صاحب هم در حال کشیدن غذا به قوری است. سادا صاحب باز هم خسته نباشین. سلامت باشین. تشکر. از رویت خب بسیار مزه‌دار معلوم میشه. بخوری هم مزدادار است. خب خیلی در زحمت کشیدیم. خب چقدر وقت دربر گیر که بالاخره پخته شد؟ حدودا یک ساعت شد. بسیار خب، خدا کنه گوشت هم پخته شده باشه. خب صحیح پخته شده ده. اگر گوشت پخته نشده خوب است، کسایی که میخوره جوان هاست، دندانایشان کار میده. این حاله ببینیم که ما هم بسیار مشتاقانه انتظاری را داشتیم که بخیر غذا پخته شد و نوش جان کنم. خودم هم گرسنه هستم و ببینیم که همکارای ما هم مصرف خوردن هستی که این حاله نوش جان کنن. ما هم میرم در پلی یکانتشان میشنم که حداقل همو سهمی ما چقدر غذایی که میشه باید نوش جان کنم. شما را هم دعوت میکنیم به سفره دوستانه و خانواده رادیو تلویزیون سیمای سول که امروز سفره ما چقدر رنگین هست. رنگینی سفره در اینجاست که همه ما با هم هستیم و یک میله خوب و خوشی را هم سپری میکنیم و ادامه میدهیم. خب بیننده های عزیز، رسیدیم به لحظه فرجامی برنامه میله خانواده رادیو سیمای سول که امروز ما در دشت حضرت سلطان اولوسالی ولایت سمنگان این برنامه را اجرا کردیم. تا برنامه های بعدی ما همه شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت لحظات خوب و خوش داشته باشید. خدا نگهدار.